ریشش نقض مدام و گسترده حقوق یک اقلیت. پیشنهاد دومی رو که دبیر کل ارائه میکنه این است که حکام مسئولین باید حقوق بشر رو رعایت بکنن، به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارن و اگر به سند بین المللی در این زمینه ملحق نشدن این کار رو هرچه زودتر انجام بدن، به خصوص به اساسنامه روم ملحق بشوند. دبیر کل معتقده که اینها همش تضمین‌هایی است که میتواند پیشگیری بکنه از این وقوع چنین فجایعی، تقویت حکومت قانون و فراهم کردن حق دادرسی و حق دسترسی یک یک شهروندان به قاضی یا به دادگاه. و اگر به هر دلیلی فرد نتواند از خود در محاکم داخلی احقاق حق بکند، بایستی که این راه باز باشد که به محاکم منطقه‌ای مراجعه بکنه. یعنی همین ترتیباتی که در قاره اروپا، قاره آفریقا و در قاره آمریکا وجود داره که فرد بعد از اینکه تمام مراحل رسیدگی داخلی رو طی کرد بتواند بره یک دیوان محکمه بین المللی منطقه‌ای مراجعه بکنه. و در خصوص دولت هایی که عضو میثاق 1966 هستن، دبیر کل توصیه میکنه که این امکان رو فراهم بکنن که افرادی که مظلوم واقع شدن و حقشون ضایع شده بتوانن به کمیته حقوق بشر که در قالب این کنوانسیون یا میثاق حقوق بشر تعلیه شده مراجعه بکنن. مطلب بعدی این است که این جنایات که مد نظر است حتما در نظام‌های داخلی جرم انگاری میشه. متأسفانه همه جا اینطور نیست. جنایت علیه بشریت در خیلی از نظام‌های حقوقی داخلی هنوز جرم انگاری نشد. همچنین برخی دیگر از جنایاتی که ممکنه دولت هم به کنوانسیون مربوطه ملحق شده باشه ولی ترتیبات لازم رو برای منظور داشتن این جنایت در نظام داخلی انجام نداده باشید. تقویت جامعه مدنی، تقویت رسانه‌های گروهی و نهایتاً آموزش نیروهای پلیس، نیروهای مسلح و قضات که بدونن حقوق بشر چیست، حقوق بشر دوستانه چیست و چه تعهداتی رو دولت مطبوع پذیرفت. این از پیشگیری برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای همچون فاجعه رواندا. و این نسخه در دیگر موارد هم قابل تعمیم و استفاده است. در مورد پیشگیری از فجایع در مخاصمات مسلحانه، یعنی مبحث بعدی، گزارشاتی که دبیر کل تهیه کرده برای جلوگیری از فجایع در طول مخاصمات. در اینجا هم بایستی که به همین مسئله تفاوت‌های قومی، مذهبی، نژادی توجه بشه. اشاره داشتم که در حال حاضر اکثر درگیری‌های مسلحانه بین غیر بین‌المللی که ما شاهدشون هستیم به هیچ وجه جنبه سیاسی نداره. ریشه‌های اصلیش همین تفاوت‌های قومی، مذهبی و نژادی است و اعتراض و طغیان و نهایتاً عدم احترام به حاکمیت به دلیل نقض مستمر حقوق بنیادین این اقوام. و به همین دلیل هم هست که در درگیری‌های مسلحانه داخلی وقتی دو قوم دارن با هم می جنگن یا دو اقلیت مذهبی دارن با هم می جنگن، حالا یک اقلیت مذهبی حکومت رو در دست داره، اون اقلیت مذهبی حکومت رو در دست نداره، جمعیت غیر نظامی تبدیل میشه به هدف نظامی و این خب طبیعتاً فجایعی رو به دنبال داره.
تبدیل میشه به کوچ اجباری، تبدیل میشه به اخراج اون قومی که بر علیهش دارن میجنگن. دبیرکل ملل متحد یک سلسله پیشنهاداتی رو در این مورد میکنه که همگیشون متکی بر اصل تفکیک بین جمعیت غیر نظامی و نظامیان و بین هدف نظامی و هدف غیر نظامی است. وارد جزئیات نمیشم. اصل تناسب، اصل احتیاط، اینها بایستی که در درگیری ها مورد احترام قرار بگیره برای اینکه ما شاهد چنین فجایعی نباشیم. در وقایع اخیر سوریه بنا به توصیه دبیرکل ملل متحد و بر اساس همین ترتیبات پیشگیرانه از مقامات سوریه خواسته شد که از سلاح‌های سنگین در مراکز تجمع غیر نظامیان استفاده نشد. اگر نگاهی به دو قطعنامه‌ای که توسط شورای امنیت در مورد سوریه به تصویب رسیده بیاندازیم، قطعنامه 2042 و 2043 در سال 2012، متوجه خواهیم شد که به این مسئله توجه خاصی داره. عدم استفاده از سلاح‌هایی که توان تفکیک رو ندارن، مثل سلاح‌های فسفوری، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، ما شاهد این فجایع هستیم، البته در سطح پایین‌تری در پاکستان و افغانستان آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کنه. این تفکیک رو یه هواپیمای بدون سرنشین نمی‌تونه قائل بشه. در مورد سلاح‌های فسفوری هم در نوار غزه که یک محلی است که با تجمع بیش از حد جمعیت غیر نظامی ما مواجه هستیم، هرچند که استفاده از سلاح فسفوری توسط حقوق بین‌الملل منع نشده، ولی جا دارد که از این سلاح‌ها در این گونه درگیری‌ها استفاده نشود و بالاخره به گرسنگی کشاندن جمعیت غیر نظامی هم تبدیل شده به یک سلاح الان در حال حاضر. یعنی دو قوم وقتی با هم دارن می‌جنگن، دیگه هیچ ملاحظه‌ای از اینکه جمعیت مورد تهاجم غیر نظامی است ندارن و در خیلی از موارد مواد غذایی رو به روی این افراد می‌بندن و به همین دلیل هم هست که دبیرکل در این آخرین گزارش خودش در سال 2012 بر این نکته تأکید دارد که شورشیان رو شما بهتره که بدون مطالعه قبلی تروریست خطاب نکنید. خطاب کردن یک گروه معارض به عنوان تروریست یک سلسله معضلات و مشکلاتی رو در کمک رسانی به دنبال داره. کمک رسانی که اگر قطع بشه ممکنه فجایعی رو به دنبال داشته باشید. بیش از این نمیتونم در مورد بحث اول صحبت بکنم چون فرصت بسیار کمه. یعنی این ترتیبات مربوط به پیشگیری به این خلاصه نمیشه نهایتاً و ما میتوانیم ترتیبات دیگری رو هم در نظر بگیریم برای اینکه پیشگیری بکنیم از این فجایع. ولی اگر به هر دلیلی متاسفانه موفقیت کسب نشد و با فاجعه‌ای مثل فاجعه رواندا مواجه شدیم، چه باید کرد؟ در اینجا وجه اشتراک بین مسئولیت حمایت و حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات خیلی بیشتره. یعنی ترتیباتی رو که دبیرکل پیش‌بینی کرده برای مقابله با این گونه موارد، موارد که منجر به فجایع انسانی میشه، شباهت‌های زیادی دارن. ولی من کماکان ترجیح میدم که این تفکیک رو قائل بشم. در مورد حمایت رعایت حقوق بشردوستانه و به عبارت دیگر در صورتی که حقوق بشردوستانه نقض شد، به ویژه در درگیری‌های مسلحانه داخلی، دبیرکل ملل متحد یک سلسله ترتیباتی رو پیش‌بینی کرده که مبتنی بر سابقه فعالیت شورای امنیت، یعنی سابقه‌ای که برمیگرده به درگیری‌های مثل درگیری در سومالی، در بوسنی هرزگوین یا در رواندا. دبیرکل ملل متحد با استناد به این عملکرد شورای امنیت در طول این مدت
اصل و بر این میگذارد که فجایع انسانی ناشی از عدم رعایت اصل تفکیک یا بی‌گرسنگی کشاندن جمعیت غیر نظامی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی میشه. و برای بار اول هم بایستی که خدمتتون عرض بکنم که در جریان جنگ 1990-91 بین عراق و آمریکا بعد از اشغال کویت این مطلب در شورای امنیت مطرح شد، یعنی هجوم نیروهای صدام به کردستان عراق و آثار سویی رو که این به دنبال داشت در جهت متزلزل کردن صلح لااقل در منطقه. پس عدم کمک رسانی و تهدید علیه جمعیت غیر نظامی تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین المللی. و در حال حاضر باید دقت بکنیم که در اکثر موارد نیروهای پاسدار صلح یکی از وظایفشون کمک به کاروانهای انسان دوستانه و کمک رسانی به جمعیت غیر نظامی است. و اگر ضرورت ایجاب کرد شورای امنیت